ادامه روند بازنگری نصاب درسی پوهنتون ها. وزارت تحصیلات عالی می گوید که کار بازنگری نصاب تدریسی پوهنتون ها در کشور جریان دارد و این وزارت بازنگری نصاب تدریسی در پوهنتون ها را یک امر ضروری می دانند. مسئولان در این وزارت گفتند که وجود نصابهای گوناگون نظام تحصیلی را به نظم کرده بود. اکنون آنان تلاش دارند که تا نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی جهانی و ارزشهای ملی و دینی عیار سازند. تا کنون نصاب درسی بخش ژورنالیزم و علوم اجتماعی بررسی شده است. دل تو خیلی واقع دادی چی مر پر نصاب بانی کار کهو چی دغه محصل بچی په داسې شان باندې تربیه سي چې د ژبې چلوالی زده سي خپل وسپارل سوی کار په یو صحیح طریقه باندې سرته ورسي. څه ډول د خلکو فکر متاثره شو؟ څه ډول خلک د حساسو مسایلو نه لرې وساتل شول، بې پامه وساتل شول؟ څه ډول وړې خبرې غټې شوې وپړسېدې؟ څه ډول غټې خبرې هغه ډېرې وړې وبرېښېدې؟ خلکو ورسره ډېر ساده تعامل وکړ. از سوی هم شماری از استادان پوهنتون در کنار بازنگری و معیارسازی روند تدریس پوهنتونهای کشور خواهان باز شدن پوهنتونها و مکاتب برای دختران هستند و میگویند که افغانستان نباید در بخش تحصیلی و تعلیمی عقبگرد داشته باشد. هیله ده چې دغه پروسه د علمی و اکادمیک معیارونو پر بنسټ بشپړه شي او داسې یو متوازن تحصیلي نصاب رامنځته شي چې په هغه کې یو خانه زموږ د هیواد د اکاډمیک او علمي ضرورتونو ته پام شوي، بل خواته د اسلامي فکر او روزنې ته پام شوي، متوازن فکر او متدل فکر اسلامي فکر دپاره. د افغانستان تعلیمي نصاب شاید اولین تعلیمي نصاب وي په جهان کې چې په یو نیم کال کې هم بیا کتنه یې ختمي زینه. زه نه پوهېږم چې آیا په جغرافیه کې تغییرات راغلي دي که په ریاضي کې، خو که مشخص مضمونو کې تغییر ضرورت وه، په دو ټول جهان کې مطرحه پالیسي دا وي چې د وخت تېرېدو سره نصاب تغییریږي، هر کال سره، هر فصل سره. وزارت تحصیلات عالی در نصاب درسی بخش‌های مختلف پوهنتون‌ها را بررسی می‌کند که اخیراً وزارت تحصیلات عالی تحصیل دختران را تعلیق کرد. حالا امیدواری‌ها این است که بررسی نصاب درسی یک روزانه باشد برای لغو این تعلیق تا دختران با نصاب جدید تحصیلی به تحصیلشان ادامه دهند.